درود بر بینندگان تلویزیون ایتو در سراسر جهان. من پرویز مینی هستم. روزهای دوشنبه و چهارشنبه بعد از ظهر به وقت واشنگتن از ساعت 6:30 تا 8 بعد از ظهر در خدمت شما عزیزان هستم. همونطور که میدونید برنامه من از شهر هوستون واقع در ایالت تگزاس پخش میشه و این از طریق اسلیم باکس میره برای آقای امید امیدوار در اتاق فرمان در واشنگتن، از اونجا پخش میشه به همه دنیا از طریق اینترنت قابل گرفتن است. همونطوری که گفتم روزهای دوشنبه و چهارشنبه است. این برنامه گوشش نوشته رهایی. منظور از رهایی اینه که رها شدن مردم ایران از این رژیم اسلامی است که بسیار بسیار دشوار شده و یخه ملت رو گرفته. این برنامه من باید سپاسی داشته باشم از آقای امید امیدوار در اتاق فرمان واشنگتن که برنامه رو محبت میکنن و کارگردانی فنی میکنن، و باید تشکر داشته باشم از آقای ناصر توکلی مدیر رادیو ایران هوستون تگزاس که این برنامه رو همزمان پخش میکنن. امیدوارم که الان هم در حال پخش باشن، چون معمولا تلفن میکردن نفت تلفن نکردن. به هر حال امیدوارم که پخش کنن. ایشون اگه بخواید برنامه‌شون رو گوش بدید، چون که رادیو هستن دیگه، بخواید گوش بدید باید برید www.k که علامت رادیو هاست، همه رادیو هاست، بعد چون رادیو ایران هوستون تگزاسه پس میشه RIHT رادیو ایران هوستون تگزاس، بعد .com یا .co، هر دوش میتونید روی تلفن‌های هوشمند، نمیدونم همه وسایلی که مأمور و مرسومه میتونید ببینید. و تشکری دارم از جناب پارسا سوربی مدیر تلویزیون مردم، یعنی مردم تیوی، که اگه بخواید برید همون باید برید مردمتیوی.com، و ایشون هم برنامه رو روزهای چهارشنبه همزمان پخش میکنن و ضمناً برنامه رو ضبط میکنن و میذارن روی یوتیوب، و برنامه من نه همون که چهارشنبه شب بلکه در تمام هفته آخر هفته پخش میکنه. از ایشون سپاسگزار هستم. امروز که برنامه رو خدمتتون تقدیم میکنم، روز 13 آبان ماه 2574 هخامنشی است که برابر است با 4 نوامبر 2015. خیلی من مطلب رو با یه چیز جالب شروع کنم. ببینید اینجا مهد آزادی که میگن اینجا امریکاست. البته خب کمپانی ها دخالت دارن، تبلیغات میکنن، یه چیز رو میخوان، اونایی که میخوان رادیو تلویزیون رسانه ها دست پول داراست، اونا یه چیزهای غلطی رو تلقیم میکنن. این هست دیگه، همه جا هست، در از گذشته دور بوده تا به امروز همیشه بوده. همیشه در صدر اسلام هم میرفتن بر علیه یه نفر تبلیغ میکردن، معاویه پول میداد برن بر علیه علی حرف بزنن. بعد که با آقای امام حسن صلح کرد گفتش که ببین من این پولی که میدم، آخه آقای امام حسن خلافت پدرش رو فروخت به معاویه، یه آقا پول نقد گرفت مثلا 2-3 میلیون گرفت جلو، بعد سالی هم مثلا فرض کنی 1 میلیون مثلا خراج چند تا شهر ایران رو بهش دادن. به آقای معاویه شرط صلحش بود که ما به پدر تو فوش میدیم رو منبرها، تو ناراحت نشی. ها گفت نه پول منو بدید، من زیاد نگرانی ندارم، ناراحت نمیشم. یعنی منظورم اینه که اینکه تبلیغات غلط همیشه بوده، تبلیغات صحیح یا تبلیغات غلط. تبلیغات صحیح اینه که بیان بگیم مثلا این نوشابه خیلی خوبه بخورید، تبلیغات غلط اینکه بگیم این نوشابه رو بخورید، این مریضی رو میگیرید، این مریضی میگیرید، نخورید این نوشابه رو. حالا بستگی داره که کدوم زورش بیشتر باشه، ولی ما نمیتونیم هیچ جامعه‌ای رو پیدا کنیم که تبلیغات توش اثر نداشته باشه. و اما در مجموع ما تو سوئد بودیم، یه دونه دوستی داشتیم، یعنی اونجا من با خانومم یه رستوران داشتیم به نام 1001 شب توی خیابون کونگزگاتان، یا بعد اینجا میدونی بود گرونساک توریت میگفتن، گرونساک مثل گرونساک، گرون یعنی همون گرین،
کرانستاک یعنی چیزهای سبز، یعنی سبزیجات، یعنی میدون سبزیجات. اونجا در دانتان اونجا بود قدیم، مثلا اونجا میدون سبزی بود، البته دیگه الان میدون سبزی نبود ولی اسمش روش مونده بود، مثل سبز میدون ایران که تو خیابون بوزنجانی مرکز بازار یه میدونیش به نام سبز میدون. اونجا ما داشتیم یه مشتری داشتیم، یه جوان برازنده خیلی خوش تیپی هم بود و اپرا میخوند، خواننده اپرا بود به در سوئد، به سوئدی اپرا میخوند، حالا شاید یه کار دیگه هم داشته ولی این به عنوان اپرا، و به شدت هم از اون کمونیستای باحال شد. بعد یه مدت دیدم نیستش دیگه، پیداش نیست. از دوستاش پرسیدم چی شد اونا، گفتن رفت امریکا. پیش خودم گفتم آخه عزیز من تو که کمونیست داد چی، پس چرا اومدی امریکا، چرا رفتی امریکا؟ یعنی اینجا آخر خطه، یعنی میدونی چی، یعنی دیگه از همه کشورهای دنیا اینجا امکان و پیشرفت و اینا برای مردم به خصوص خارجی ها فراهم تره. در ایالت اوهایو خبرها رو دنبال میکردم، در ایالت اوهایو رأی گرفتن. امریکا 50 تا ایالت داره، هر کدوم هر ایالت خودش مثل یک کشور مستقل میمونه، مثلا مثل فرانسه و آلمان و فرض کنیم که اتریش که عضو اتحادیه اروپا هست ولی هر کدومشون مستقلن. این هم اینجوریه، رأی گرفتن که ماریوانا کشتش آزاد باشه یا مصرفش آزاد باشه یا ممنوع باشه. دو سوم مردم رأی دادن که نه، باید ممنوع باشه. دولت گفت ممنوع. اگه مردم میگفتن آزاد باشه، خب دولت هم میگفت آزاد. ببینید اینی که وقتی مردم توی به وجود اومدن قانونها خودشون دخالت دارن، به اون قانون احترام میذارن. اینجا مثلا فرض کنید که میخوان یک چراغ قرمز بذارن یا میخوان مثلا یه جاده بکشن یا میخوان، بسیار نظرخواهی میکنن مردم، گروه های مختلف بحث میکنن که این بشه یا نشه. یا سوئد همینطور، حتی ما یه شهری رفتیم، بعد که رفتیم وارد اون شهر شدیم دیدیم اینا خیلی میدونن درباره ما که بنانده هایی که اومدن ایرانی هن و عرب هن و اینجوری هن. بعد کجا میده؟ گفت سه ماه ما توی این شهرمون روزنامه‌مون بحث میکنن که اجازه بدیم اینا بیان یا اجازه ندیم اینا بیان. یه نمیگن برای اقتصاد خوبه، چون هر کدوم که شما میایید دولت یه پولی برای اسکان شما تا مدتی که سر کار نرفتید میده و اون پول کمک میکنه به این شهر که شهر تقویت بشه، از طرف شما میاد خرید میکنید بهتره. بعد میام گفتن نه، برای که بسیار پناهنده ها میرن لباس ها رو میدوزن، واقعا هم راست میگفتن، یه سری میدوزن. یه آقایی میخواست به هر گره بره ایران، تصمیم گیره برگره به ایران، نمیدونم در حینی که بخواست برگره ایران یه جوری شد که چمدوناش گشتن، دیدن پر از لباسایی که با مارک و با قیمته، یعنی هنوز مارک قیمت هم ازش کنده نشده و این معلومه که این لباسا رو همینطوری آورده، یعنی وقتی فروش میره یه تیکه از اون برچسب اونجا یه تیکه میکنن که این فروش رفت پولش داده شد. نه هیچ کدوم نبود، همه معلوم بود که از سر اون چیز اونجا آورده و استفاده کرد. برحال این کشوری است که مردم رأی میدن که آیا ماریوانا یا ماریجوانا آزاد باشه کشتش و مصرفش یا آزاد نباشه. بعضی ایالت ها میگن آزاد باشه، بعضی میگن آیا آزاد نباشه. بعضی ایالت ها میگن مثلا فرض کنید قمار آزاده، بعضی ایالت ها میگن قمار ممنوعه. مثلا در تگزاس قمار ممنوعه، در اینجا تگزاس یک در شهری که ما هستیم هوستون، یک شهر دیگه ای نزدیک به هوستون 30-40 مایلی هوستون هست به نام گلوستون که کنار ساحل یک چیز شهر ساحلی است که بسیار زیباست. مردم میان اغلب از هوستون شهرهای اطراف میان اونجا میمونن، از آب و هوا و اینا استفاده میکنن، تو دریا میرن، بیچ داره، یعنی جایی داره که بتونی بری تو دریا، از اینجور چیزا. خیلی سعی کردن که اینجا قمار رو آزاد کنه، اینکه قمارخونه درست کنه مثل لاس وگاس، ولی پذیرفته نشد. تا امروز که صحبت میکنیم پذیرفته نیست، ولی یک کشتی قمارخونه اونجا هست، مردم میرن صبح سوارش میشن، مثلا کشتی توش قمار نمیشه تا از آبهای امریکا میاد، ببچه از آبهای ساحلی میره بیرون، مثلا نمیدونم 40 مایل 20 مایل که میره اون وقت قمار شروع میشه. الو درود بر شما، گوشی داشته باشید.
جناب سروی عزیز هستن، روی خط هستن، خیلی خوش آمدید آقای سروی، خواهش میکنم. ممنونم از شما، سلام به بینندگان شما و شنوندگانتون. من میخواستم نظر خودتون راجع به این ماریجوانا و آزادی قمار و اینا بدونم. آیا شما هم به عنوان یک سیتیزن آمریکا یا یک کسی که اینجا زندگی میکنید نظرتون یک آزاد باشه یا نباشه؟ والا این سوال خیلی سختی. اگه آزاد باشه بهتره، آزاد نباشه میفته دست قاچاقچی ها و دست خلافکار ها، ولی اگه آزاد باشه اقلا دولت یک کنترلی روش داره، چون اینا از روزی که بشر دست و پاش شناخته، چون یا دست چپ و راست شناخته، این مواد مخدر و قمار و سکس و اینا بوده، خب پس بهتره که اقلا کنترلی روش باشه. من همینجا صحبتم تمام میکنم و از تلویزیون گوش میرم. مرسی، خیلی متشکرم. بالا جناب سروی خودشون سابقه دارن، من یادمه که من در تو تلویزیون نبودم، آقای سروی رو تو تلویزیون می‌دیدم و چقدر همینطوری محو گفته های ایشون می‌شدم که چه جوری با حدت و چیز با گویندگان بحث می‌کردن و معمولا بحثان به صورت انتقادی شدید بود. حالا ایشون هم من می‌پرسم، من باید از شما بپرسم آقای سروی، ولی به هر حال منم نظر خودم به عنوان آدم معمولی میگم. من بعضی مواد مخدر میدونید، به نظر من البته، من وارد نیستم، بعضی این مواد مخدر هستن خانمان براندازن، مثلا هروئین. یعنی هروئین به نظر من تجربه ندارم، پزشکم نیستم، متخصص این کارهای اعتیاد اینا نیستم، ولی به باور من اگر یه نفر هروئین مثلا چند دفعه بکشه بعد اون دیگه نمیتونه اون ترک کنه، مجبوره هی بره دنبالش و هی مقدار مصرفشو بالا ببره و زندگیشو به اون برباد بده. اما مثلا به عنوان مثال در ایران تریاک میکشیدن، تریاک اگر جوونا تریاک میکشیدن صورتشون پژمرده میشد، لپاشون میرفت توی کالج قیافه تریاکی که معروف بود که نشون میداد تریاک چطوری، اونطوری میشدن. اما مثلا اگر از سن بالاتر میکشیدن، 50 سال به بالا میکشیدن، اثری نداشت و گاهی وقتا اون مورفین مفید بود برای مثلا سلامتشون. ماریجوانا به نظر من از اون مواد کم ضرره، مثلا فرض کنیم که در ردیف سیگار میمونه، که البته سیگار به نظر من ضررش خیلی بیشتره، ولی که ریه ها را آزار میده. حالا ماریجوانا رو من نمیدونم، حتما میخوای بکشی باید برید تو سیگار یا سوایه میشه مثلا تنباکو مثل قلیون کشید، به هر حال ضررش کمتره. به قول شما بهتره که آزاد بشه، ولی که همینطوری توی شهر هوستون که ما هستیم هر کس دنبالش باشه، اگر خیلی هم ناشی باشه یه ساعت که بگرده پیدا میکنه از قاچاقچیه. ولی خب اگر آزاد باشه بهتره. سکس خب همیشه بوده دیگه، به قول یه نفر نوشته بود که نوشته بود در زمان رژیم قبلی، یعنی رژیم پادشاهی، هر شهری یک دونه فاحشه خونه داشت، ولی هیچ وقت همسایه شما فاحشه نبود. الان در رژیم اسلامی همسایه‌ها فاحشن و توی خونه و خیابون و کوچه و اینا پره، در حالی که در اونجا یه مرکزی برای این کار بود و به نظر من اون خیلی بهتر بود. و همینطور شما که گفتید، درست گفتید، و قمار هم همینطور، همه دارن قمار میکنن. الان مثلا فرض کنید که در همین هوستون قمار ممنوعه، ولی یه ده ایرانی‌ها جمع میشن یا اسپانیچ‌ها جمع میشن یا آمریکایی‌ها جمع میشن توی خونه قمار میکنن و کسی رو عمومی نیست که همه بیان ببینن، باید کسان در میزنن کی از ایمن مثلا مثل جورج هم جورج بیا تو اینجوریه و قمار میکنن. پس بنابراین وقتی میگی ممنوعه در واقع جلوشو نگرفتیم و بهتر به نظر من این چیزهایی که مثلا ماریجوانا رو آزاد کنیم، بریم اون هروئین اون چیزهایی خطرناک و جلوشو جدی بگیریم به طور خیلی جدی. البته قمار یک چیز خیلی خطرناکی ها، خیلی خطرناکی، یعنی انسان ها، من یک نفر میشناسم که 4 دفعه خونه ساخته و به انجام رسونده، با زن بچهش رفته نشسته، بعد رفته خونه رو سر قمار باخته و دوباره همه چی بین رفته، دوباره شروع کردن کار کردن، دوباره بعد چند سال و همین تکرار شده. قمار یک اعتیاد بدیه، یعنی کسی که اون قمار ببینید، همه من خودم همین مثلا اخیراً رفته بودیم لاس وگاس، 50مین سال ازدواجم بود، بچه‌هامون هم کمک کردن، چا گرفتیم
خب هر دفعه می‌رفتیم 50 دلار تو جیبمون می‌ذاشتیم می‌رفتیم اونجا، خب منتظر بودیم 50 دلار ببازیم یا حال کنیم دیگه، یا مثلا یه دفعه 10 دلار می‌بریم اونجا 10 دلار بریم بعد می‌باختیم اینجوری. ولی یه سری میرن به عنوان که پول بردارن بیارن از اونجا و اونا همه چیزون رو می‌بازن سر اون قضیه. حالا بگذارید من معمولا مطلب رو ابتدایی مقدار صحبت می‌کنم بعد میرم سر مطالبی که اطلاعات عمومی و مثلا اینجور چیزا هست. ولی عزیزت الان دلم میخواد یه چیکی دیگه رو بخونم بعد برم و صحبت بکنم و بعد باز دوباره بریم روی روزنامه و مجلات و کتاب ها. این تیکه که میخونم از مجله یا روزنامه ایرانیان است که در واشنگتن چاپ میشه. آقای تقی مختار این رو خیلی با دقت و خوبی اداره میکنن. یک مطلبی آقای نوشتن به عنوان سعید رهنما: تانگوی سیاسی خامنه ای نتانیاهو. من اصلا نه به تیلسش کار دارم نه به چی، نه به نتانیاهو تا کار دارم نه به آی خامنه ای. نه یه تیکه ای از اینو میخوام براتون بخونم. این تیکه خیلی مهمه، خواهش میکنم دقت بکنید. ببینید من آروم میگم، آهسته میگم به خاطر اینکه دقت کنید. نمیخوام یه بلند بلند داد بزنم که شما حواستون به صدای من بره ولی حرف من نفهمید. نوشته که بر اساس خبرهای منابع داخلی که در مرحله مذاکرات لوزان در مارچ 2015 خامنه ای تحت فشار جناح تندرو تصمیم به اعلام مخالفت با مذاکرات را میگیرد. توجه کردید چی؟ یعنی در وسط مذاکرات آقای خامنه ای به علت فشار جناح تندرو تصمیم میگیره که مذاکرات رو دستور قطعش بده. هاشمی رفسنجانی با مطلع شدن از این تصمیم به روحانی توصیه میکند که به سراغ رهبر رود و تهدید کند که در صورت مخالفت او با مذاکرات وی استعفا خواهد داد. پس آقای هاشمی رفسنجانی میره پلوی روحانی میگه تو برو بالای آقای خامنه‌ای بگو اگه تو مخالفت کنی من استعفا خواهم داد. پس ببینید دو نفر علناً به مخالفت با آقای خامنه‌ای برمیخیزن، یه آقای هاشمی رفسنجانی یه آقای روحانی. بله رهبر که نمیخواست مسئول شکست مذاکراتی که مورد علاقه مردم است تلقی شود جا میزند. آقای خامنه‌ای خیلی ترسوها و مذاکرات ادامه یافته و به مرحله توافق در وین در ماه جون میرسد. علاوه بر حمایت وسیع مردم ایران از توافق هسته‌ای، تعداد قابل توجهی از فرماندهان سپاه پاسداران نیست حامی این توافق بودند. این افراد که هم اکنون به صاحبان صنایع، معادن، ساختمانسازی و دیگر فعالیت‌های دیگر همقطارانشون اقتصادی مبدل شدن، به یعنی اینا به صاحبان صنایع، معادن، ساختمانسازی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی مبدل شدند و نامشان در لیست تحریم‌ها قرار داشت برخلاف دیگر همقطارانشون. خوب توجه کنید برخلاف دیگر همقطارانشون. حالا دیگر همقطارانشون چی میخواستن؟ برخلاف دیگر همقطارانشون که از هرج و مرج ناشی از تحریم ها سود میبردند از ادامه تحریم ها ضرر میدیدند و این واقعیت شامل حال آقازاده ها نیز میشد که علیرغم وابستگی به پدران عمدتاً وابسته به جناح تندرو میبایست بین اعتقادشان توی پرانتز نوشته اگر میداشتند و منافع مالی یکی را انتخاب کنند. خب ببینید خوب توی بحر این قضیه بریم خیلی چیز داره میفهمیم. ببینید من حالا برای که بازم ذهنتون آشون تر بشه، امروز هم امروز که من داشتم توی امروز که روز چهارشنبه است، روز چهارم نوامبر رانندگی میکردم توی رادیو یه بخشی اخبار ایران رو میگفت. وقتی بخشی که اخبار ایران رو میگفت یک بخشی گفت آقای روحانی گفتن، رئیس جمهور ایران گفتن، بعد صدای خود آقای روحانی اومد یه مقدار صحبت کرد، بعد اون گوینده
رادیو ادامه داد. بله کسیست که نمیشناسم مزاحم نشه. اون ادامه داد و آقای روحانی گفتش که اینکه اینجا این نفر رو بگیرید و اونجا دو نفر رو بگیرید، بعد دیگه گوینده اومد که آقای روحانی میگه که اینجا یه نفر رو بگیرید اونجا دو نفر رو بگیرید، این دردی دوا نمی کنه بچه. یعنی آقای روحانی برعکس آقای خاتمی که جا زد، اعتماد ملت رو جلب کرد، مردم به آقای خاتمی اعتماد کردن، بهش رأی دادن، ولی آخر سر هرچی رهبر میگفت همون انجام میداد. ولی روحانی نه، این کارو نمیکنه. وقتی این کارو نمیکنه یعنی در واقع از جونش گذشته، چون که کسی که این کارو نمیکنه، کسی که حرف رهبر رو گوش نمیده، ممکنه که در گروه های فشار بکشنش اصلا. در یک تظاهرات یه دفعه بریزن دوست سرش چهار تا چاقام تو شکمش فرو کنه میمیره. و حتی رادیو امریکا میگفتش که خودش میگفت باید برای روحانی یه مقدار کادر بذارن، یه مقدار بادیگارد بذارن و این اینجوری نباشه که همینطوری بده. این بادیگارد های این تعدادشون خیلی کمه و رادیو امریکا اینو میگفت. خب پس بنابراین اختلاف بسیار زیادی بین خامنه ای و بقیه بخشی دیگر از گروه ها هست. همین که آقای خامنه ای میگه از این به بعد دیگه با امریکا صحبت نمی کنیم، فرداش آقای ظریف میره با جان کری شروع میکنه صحبت کردن، پالوت خوردن. حالا اینجا یه چیز دیگر هم اینجا گفت، اون خیلی مهمتر از تا اینجای قضیه است. اون چیز مهمتر اینه که پاسدارا هم دو گروه هستند. یه سری پاسدارا هستن که مخالف تحریم، مخالف توافق برجامن، مخالف برنامه جامعه هستن، جامعه توافق اتمی هستن. اینا میخوان همین اختلاف، همین تحریم ها باشه تا سود ببرن از تحریم ها. ببینید من همیشه میگم 10-15% پاسدارا اینجوری هستن، سران پاسدارا اینجوری هستن، همون هایی که به قول آقای خامنه ای، ببخشید، به قول آقای احمدی‌نژاد، برادران قاچاقچی پاسدار یا برادران پاسدار قاچاقچی. برادران پاسدار قاچاقچی یه 10-15% چون توی تحریم ها سود میبرن، توی مرگ مردم شادی میکنن، اونا از این تحریم ها استفاده میکنن و مثلا فرض کنید که با بابک زنجانی ها و دیگران همراهی میکنن، مثلا نفت و به فلان کشور تحویل میدن، پولش میگن ببرید، اکبر آقا میاد پول میگیره میبره میده به فلان کشور، به بانک فلان جا، بانک فلان جا یک چک میده، حسین آقا میبره فلان جا، بعد میاد از فلان جا میاد تو ایران. در این مثلا نصفش میره تو جیب برادران قاچاقچی پاسدار. یا غیر از اون 24-5 تا اسکله، تا جایی که معلومه اسکله غیر مجاز دارن، اسکله که تحت کنترل دولت نیست و از اونجا هرچی میخوان میارن. هرچی در ایران و در همه کشورها یک اداره استاندارد هست. اداره استاندارد هر جنسی میخوان وارد کنن اون رو بررسی میکنه که آیا این کیفیتش در حدی هست که برای مردم ایران مفید باشه یا نه. ولی این پاسدارا از این چیزا حالیشون نیست، پنیر و گوشت و روغن و نمیدونم لپه و برنج و هر چی رو به هر قیمتی شده از بازارا وازده بازارا رو میخرن میارن وارد ایران میکنن. از مرگ مردم سود میبرن، در مرگ مردم شادی میکنن، در غم مردم اینا میخندن. خب اینا به آقای خامنه‌ای فشار میارن که این عهدنامه رو به هم بزن، این برجام به هم بزن. اما میگه یه سری پاسدارا و یه سری آقازاده ها اینا رفتن تو کارهای یعنی به اصطلاح معمول و درست، مثل ساختمونسازی، مثل کارخونه داری، مثل معدنداری، مثل اینجور کارا در مقیاس بزرگ. اینا میخوان تحریم ها برداشته بشه و این معاهده انجام بشه، برای که وقتی انجام بشه دلار میاد داخل کشور و وضع اقتصاد بهتر میشه و اینا میتونن بهتر کار کنن. اینا به جایی که برن مثل اون بقیه مرغ مونده و خراب بیارن بدن به خورد مردم، اینا میتونن
بره مثلا در کارهای نفت، در کار صادرات، در کار لوله، در کار چیزهای دیگه سرمایه گذاری کنن و با شریک‌های خارجی شریک بشن بیان کار کنن. پس اینا دلیلش میخواد تحریما برداشته بشه. پس اختلاف عمیقی بین دو گروه از دولت مردان و بین دو گروه از پاسدارا در گرفته و این وضع بسیار وخیمه در ایران. اصلا شما نمیتونید باور کنید که چقدر وضع بده. من از اینان اطلاعی داشتم که شما میرید بانک ملی پولتون رو میسپرید به صورت سپرده ثابت 20% بهتون رب میده. 20% خیلیه. 20% یعنی یه پنجم. یعنی شما اگه مثلا 1 میلیارد بذارید بعد از 5 سال 1 میلیاردتون شده 2 میلیارد. در هیچ کشور دنیا، در هیچ کشور معقول دنیا، البته ممکنه مثلا ترکیه زمانی میگفت پول بذارید 100% بهره میدم، ولی خب اون یه اکمک داشتن که امروز 40 لیر بود، بعد 3 هفته میشد 50 لیر، بعد 4 هفته دیگه میشد 60 لیر، بعد اون میشد 700 لیر. یعنی پول ارزشش میامد پایین. پس شما 1 میلیون گذاشته بودید، این 1 میلیون سر یه سال ارزشش تبدیل شده بود به 500 هزار و 500 هزار هم بهره گرفته بودید. حالا یا مثلا 1 میلیون بهره گرفته بودید، ولی 1 میلیون با اون 1 میلیونی که داشتید خودش به اندازه 1 میلیون یه سال پیشتون کالا نمیشد باش بخرید. بانک های دیگه هستن که 24% بهره میدن. به بانک ملی مخفیانه بخشنامه کردن که شما اگر کسی 10 میلیارد تومان بیشتر گذاشت اونجا به عنوان سپرده، شما هم 24% بدی، 20% سود یک سالش اول بهش بدی. هنو پولش گذاشته، هنو امروز گذاشته، سودش الان 20% میگیره. میدونیم برای چیه؟ برای که آشفتگی بازاره. آشفتگی بازار یعنی پول نداره دولت، یعنی تومان نیست در دست دولت. دلارها هم هنوز به ایران نرسیده، اگرم رسیده یه مقدارش از همون قبل اینکه بیاد ایران به مصارف خاص کمک به بشار اسد و کمک به حزب الله و کمک به این گروه ها رفته. یه مقدارم دولت از پولایی که طلبکاره رفته به بانک ها گفته ببین من از چین مثلا 5 میلیارد طلبکارم، شما 5 میلیارد تومان به من بده، اون که اومد میدم بهت. اینجوری هم این طرف هایی مقدار پیشخور کردن. پس تا تحریم ها از طرف کشور غربی به صورت منظم برداشته نشه پولی به اون صورت نمیاد. این که 500 میلیون یه جا بدن، 700 میلیون یه جا بدن، این چاله اینقدر گوده که با این چیزا پره میشه. پس بنابراین بانک‌ها با التماس به مردم میگن پولاتونو بیارید بذارید که ما بتونیم با این پولا بچرخونیم چرخه کشور رو. و اینقدر وضعشون بده از لحاظ اقتصادی بده و از لحاظ اینکه با هم هم هستن بده. ببینید من یه دوستی دارم در فرانسه که از طریق همین تلویزیون با هم آشنا شدیم. من البته رفتم پاریس، خیلی به محبت کردم و اومدم به طور خیلی جدی و محکم و سنگ تمام عیار. ساعت ورود منو میدونستن به اونجا. به محض اینکه وارد شدم، هنوز دقیقه یه ربع نشده وارد شدم، زنگ زد به من گفت گوشی رو بده رسپشن هتل، چون میدونست من نمیتونم درست آدرس بدم. بعد یه 20 دقیقه نشده بود که اومد آقای داوود کاشانی و خیلی محبت کرد. من با ایشون، خب ایشون یه مطالبی رو گفتن، من مطالب ایشون رو یه مقدار میگم. ایشون معتقد بود، حرفش این بود که ما الان کسی غیر از رضا پهلوی رو نداریم و باید دنبال آقای رضا پهلوی باشیم. حالا من در این مورد بحث میکنم. ولی من چرا با ایشون مخالف؟ ببینید ما وقتی یه مسئله نجات میهن مطرحه، آمپر نمیذاریم رو کله مردم ببینیم آیا اینا تا این لحظه معصوم بودن، گناهی نکردن یا کردن، آدمکش بودن یا نبودن. ما اگه میخواییم مثلا فرض کنیم که ماشینی با مسافراش داره میشه ته دره، تنابی بهش گرفتیم، یه نفر که میاد سر تناب بگیره به ما کمک کنه، ما نمیپرسیم تو
آدمکشی، دزدی، چیکار کردی؟ اگر آدمکش هم باشه میگیم نب نداره، بیا کمک کن ما. ببینید مسئله صلاح ملت ایرانه، مسئله این که ما که قاضی نیستیم که، اصلا به ما چه مربوطه؟ میگن فلانی آدمکش بوده، ما که ندیدیم فیلمش، که نگرفتن که، همطور اون گفته اون گفته اون گفته. من یادم یه کنفرانس برلین بود، یه سری از ایرانی ها اومده بودن از داخل ایران اونجا شرکت میکردم، یاری که سخنان میگفت، یکی با میشد میگفت این تو زندان خودم دیدم 85 نفر رو کشت. مردم چه میدونن چی به چیه؟ باور میکنن این 85 نفر رو دیده، این دیده، حالا ببین چند نفر رو کشته که این 85 نفر رو چی دیده. همینطوری یارو رو نمیذاشتن، فوش میکردن و مسخرش میکردن و میوردنش پای. حالا ما نه قاضیم، نه دادستانیم، نه به قول دادستان همون شو مستنطق، قدیمی گفتن مستنطق، که بیاییم قضاوت کنیم ببینیم چی رویه. ما هر کی قاتله، قاتله، ما نمیگیم که ببینیم بیا میبخشیمش، که در اصلا در حد ما نیست که ببخشی و نبخشی. قاتله 10 نفر کشته، 1000 نفر کشته، 1,000,000 نفر کشته، الان اگه میتونه مردم رو نجات بده ما از کمکش برخوردار میشیم. در آینده اگر شما میگید این یک سری مردم بیگناه کشته، خب اون مردمان بیگناه میان شکایت بکنن ازش دیگه. اگه کشوری درست شد، اگه حکومت درستی اومد سر کار، خب میان ازش شکایت میکنن. اونا خودشون، اون کسی که بچهش به وسیله این آقا کشته شده، اون میاد شکایت میکنه. اون که شوهرش یا نمیدونم پدرش یا هر کسیش کشته شده میاد شکایت میکنه، مجازاتش میکنه. ما که ما دعال عموم نیستیم که. ما هر کی بتونه الان، آقای روحانی، آقای خامنه‌ای رو در روی هم قرار گرفتن، ما باید حساب کنیم کدوم ببره به سود ملت ایرانه. من قضاوتم اینه روحانی ببره به سود ملت ایرانه. پس در این مرحله ما باید به از روحانی به نظر من حمایت کنیم. حالا هر کس میگه نه، بیاد دلایلش بگیم، من آدم لجباز نیستم، دلیل رو قبول میکنم. اما برگردیم به یه مطلب دیگه. ببینید یه سری کشورهای پیشرفته داریم، یه سری کشورهای جان سومی داریم. کشورهای پیشرفته دو گروه درشون نفوذ داره. یک گروه اکثریت که مردمش و نمایندگان مجلس و بخش بزرگی از دولت مردانن، انسان دوستن، دوست دارن که اون کشور جان سومی مردمش رشد کنن، ترقی کنن، پیشرفت کنن. مثلا فرض کنیم که مثال بزنیم، مثلا دولت ایتالیا اجازه میده که یک نفر سرمایه داری بیاد مثلا در تهران یه دبیرستانی درست کنه به نام دبیرستان اندیشه، یکم بهترین دبیرستان تهران بشه. یا مثلا فرض کنیم که یک آقای بیاد در تهران مدرسه فارسیه مثلا فرض کنیم که البرز رو درست کنه. اولش مدرسه امریکایی بود، بعد به ایرانی ها تحویل داده شد، برای یک سبکی بیاره که بچه های البرز همه هر جو الان همه در مقام های بالایی هستن. یا مثلا بیاد دبیرستان ژاندارک رو درست کنه، فرانسوی رو درست کنه. اینا قسمت خوب اون ملت هست. اما تو اون ملت، تو اون کشور مثلا امریکا، یک بخش اسلحه فروش ها هستن، کمپانی بزرگ اسلحه، یک بخش کمپانی های بزرگ نفتی هن، یک بخش کلن بانک های بزرگ هن، کمپانی های بزرگ هن. اینا یک جلسات خاصی دارن که من اگه قرار بود من بدونم اون جلسه کجاست، کجا تشکیل میشه، یک جلسه مخفی نمیشد که. پس من و امثال من خبری از اون جلسات نداریم. همون جزی که در رژیم اسلامی میگن اتاق فکر، میگن آقای خامنه ای اتاق فکر داره، یعنی یک کسی اونجا نشستن چی بگه چی نگه چه جوریه. من یک، حالا بحثمون چی شد، یک فیلمی رفتم، این خانم ساندرا بولاک بازی میکرد، من چون این هنرپیشه خوبیه، بعد هنرپیشه خوب فیلماشون من اغلب میرم. یک کسی میخواست رئیس جمهور بشه، این ساندرا بولاک رو دعوت کرده بود به عنوان مشاور، نه اینکه این یکی، یه تعدادی مشاور داشت. که من چی میرفت توی یه سالن، اصلا باورتون نمیشه، میرفت توی سالونی که قراره مثلا فردا سخنرانی بکنه، میرفت توی اون سالون و شروع میکرد به سخنرانی. هر لحظه که سخنرانی میکرد یکی میگفت نه اجازه دید، نه اینجوری نباید بگید، دستتون رو چرا اینجوری کردی، دستتون رو باید اینجوری کنی.
چرا پیرنتونو با پیرن اومدی باید آستینشو بزنی بالا، یک دو لبه بزنی بالا، یا این حرفو اینجوری باید بزنی یا اینجا اینجوری بگی، همش تحت چیزن که چی بگه این که توی ذهن مردم بهتر اثر کنه. اینا چیزن که همون میگم اتاق فکر، اینا اتاق فکر هست، منطقه البته تصمیم گیرنده خود اون اصلیه دیگه. حالا در این کشور اون گروهی که مثلا کمپانی های هستن که جز پول هیچی رو نمیشناسن، اینا دوست ندارن کشورهای جهان سوم پیشرفت کنن. یعنی اونی که میخواد بره دبیرستان البرز رو در ایران بزنه، اینا دوست ندارن اون بره اون کار رو بکنه، منتظر زورشون نمیرسه، اون میره اون کار رو میکنه. اینا میان چیکار میکنن در بین کشورهای مثلا جهان، کشورهای در حال رشد یا مثلا جهان سوم، بهار عربی رو نامی بزن که توی تونس، توی مصر، توی سوریه، توی چندین کشور بهار عربی یا را بیفته. یعنی یه سری بیان انقلاب کنن و تحجیب کنن و کشور رو بندزن، توی لیبی آقای قذافی رو بندزن، توی مثلا اینجا اینجوری بشه. خب لیبی یه کشوری بود که حاکمش دیکتاتور، قاتل، ظالم، ولی برای مردمش خوب بود، برای مردم خودش خوب بود. صدام حسین بسیار آدم قاتلی بود. این نشون میداد یه زمانی من یه جوری نمیدونم یه چرخ گوشت بزرگ درست کرده، آدم رو میدونه اون توی که چرخ باشه. خب از این بیرحمتر میدونی میخوای پیدا میکنی؟ ولی برای مردمش خوب بود، مردم کشورش رشد میکردن. ببینید باز همون بحث اصلی ها، آیا کشوری آمادگی دموکراسی رو داره یا نه. از جمله این کشورها مصر بود. اینا اومدن با عربی اینا رو به هم زدن، به هم زدن، خراب کردن همه کشورها رو، اونایی که تو نظرشون بود به هم زدن. حکومت‌ها نظم به هم خورد، بی‌نظمی برقرار شد، زنده باد مرده باد شد، کسب و کار و فلان و سرمایه‌گذاری، تجارت، اینا همه رفت. ببینید من یه دفعه دیگه براتون گفتم، باز دوباره تکرار میکنم، ملک فاروق پادشاه مصر بود که با رأی مردم نیامده بود. جناب نجیب که جاش گرفت با رأی مردم که نبود که. عبدالناصر که جاونه گرفت اینم با رأی مردم نبود. انور سادات که جاش گرفت اونم با رأی مردم نبود. حسنی مبارک هم که جاش گرفت اونم با رأی مردم نبود. بعد اومدن گفتن انقلاب رأی مردم. مردم محمد مرسی رو انتخاب کردن. محمد مرسی نفر دوم اخوان المسلمین، یعنی کسی رو انتخاب کردن که اسلام ناب محمدی رو میخواد پیاده کنه. خب هر دینی ضد دموکراسی، من با دین مخالف، هر دینی هر کسی داره داره برای خودشه، ولی دینی که به تو حکومت قانون رو میاره که قانون رو از طرف خدا اومده، البته به دروغ، چون خدا میخواست قانون بیاره الان قانون میورد که در مورد اینترنت یه قانون میداد، کام اینترنت این کارا باش درست، این کارا باش غلطه، اصلا یه کاری میکرد که اون کارای غلطه ما خودمون نکنیم. حالا بگذاریم وارد این قضیه نشیم. برحال اومده مصری ها یک انقلاب کردن، آقای حسنی مبارک گرفتار کردن، زندانیش کردن، فلانش کردن. بعد اومدن محمد مرسی رو انتخاب کردن. بعدن این میخواد اسلام رو پیاده کنه. این اون قاتلی که در یه مورد من یادمه، یک قاتلی که به اتوبوس توریستا تیراندازی میکرد، با این یک گروهی داشت که به توریستا تیراندازی میکردن، اینو گذاشت استاندار اون منطقه توریستی. توجه میکنی چی میگم؟ مردم مصر دیدن این آقای محمد مرسی اون تروریستی رو که با تفنگ با گروهش به اتوبوس های توریستا حمله میکرد و توریستا رو میکشت، اینه کرده استاندار همون منطقه توریستی و هزاران عمل دیگه. بعد اینا باختن. مردم مصر با ما فرق دارن، ما خودمونو برتر میدونیم ولی برتر نیستیم. ببینید ما کشور امام زمانی هستیم. حالا بهتون میگم امام زمانی چی، اجازه بدید مصر رو بگم. پس مصر مردمش دیدن که این السیسی دموکراسی رو نمیاره، اسلام رو داره میاره، برای علیش تظاهرات کردن.
برالیش مثلا 100,000 نفر تظاهرات کردن، 100,000 نفر تظاهرات کردن، 5,000 نفر با چاقو و پنجه بکس اینا افتادن توی جمعیت به عنوان مثل لباس شخصی های ما دیگه، به عنوان آدمایی که تربیت شدن که مردم رو بزنن، اصلا هم هیچ پاسخی پس ندن، حتی اگه زدی یه نفر کشتی مهم نیست. حمله کردن به زنها، به مردا و حتی دستمالی کردن زنها رو. زنها گفتن اگه دفعه دیگه این اتفاق بیفته ما لخت میشیم توی میدون تحریر، میدون آزادی. به هر حال ارتش اومد تو دیگه، یعنی ارتش اومد تو، به نظر من ارتش کار خوبی کرد، چون اگه نه هر جمعه حل میشد. شما میگید ارتش اومد دموکراسی رو گرفت، من میگم کار خوبی کرد، برای که اون کشور اون ملت آمادگی دموکراسی نبودن. من یه دفعه دیگه هم گفتم، من توی شهری بودم در زمان آقای دکتر مصدق، شهری بودم به نام قزوین، در اونجا انتخابات آزاد شد، انتخابات آزاد، هر کی میخواد داوطلب بشه بره رأی بده. از قزوین دو تا آخوند انتخاب شدن، آقای صفایی و آقای حاجی جوادی، اونایی که اهل قزوینن میدونن. خب پس مردمان قزوین آماده دموکراسی نبودن، اگر نه دو تا آخوند انتخاب نمی‌کردن که. آخوندا که مملکت داری بلد نیستن که. آخوندا علوم دینی رو بلدن دیگه. علوم دینی هم خب مثلا فرض کنیم قرآن چجوری بخونیم، نماز چجوری بخونیم، روزه چجوری بگیریم، شکیات چطوریه، نمی‌دونم این حرفا. خب اونا باید از اونا از بپرسیم، ما که نباید مثلا در مورد کشاورزی از آخونده بریم بپرسیم. من اگه برم در مورد کشاورزی از آخونده بپرسم، ببخشید من خرم، من باید برم مهندسی کشاورزی بپرسم آقا کشاورزی چجوریه، من تو این زمینی که دارم چی بکارم به نظر تو بهتره. خود پیغمبر به آن چنانیش کتاب محمد آقای زین العابدین رهنما، این کتاب جدید نیست، این کتاب شاید 60 سال پیش نوشته شده، من در ایران خوندم، طبیعی که فارسی هم نوشته شده، منم به فارسی خوندم، الان در اختیارم نیست، حتما این کتاب رو جمع کردم. که آقای محمد وقتی اومد مدینه دید زارعین یه دی رفتن بالای درخت خرماهای کار میکنن، گفت چیکار میکنید؟ گفت میخوایم درخت خرما رو حاملش کنیم. آقای محمد گفت نه بابا این چه کاری میکنی، نباید حامله کنی. بعد اون سال خرما کم شد، مردم گفتن آقای محمد چون گفتی، گفت بابا اصلا امور دنیاییتون شما خودتون برید با خودتون با متخصص بپرسید، امور آخریتون رو بیاد میگو. ما رفتیم دوتا آخوند و وکیل شهرمون کردیم که امور دنیایی آخرتی و همه رو با ما بگن، هم کشاورزی خرما رو به ما یاد بدن، هم پرورش زنبور عسل رو. خرمای درخت دوپایه است، یعنی گلای نر روی درختن، گلای مادر روی درختن، خیلی درخت ها دوپایه هست. پرنده ها، حشرات، باد، اینا دانه های گردر از درخت های نر میاره روی درخت های ماده میذاره. در خرما اینجوری پرورش مصنوعی دیگه، تکامل مصنوعی پیدا کرده، انسان دخالت کرده رفته گلای مادر کنده گذاشته روی درخت، ببخشید گلای نر کنده گذاشته رو درخت ماده. این گلای ماده همینطور که میرسن، گلای نر هم وقتی از درخت کنده شدن تا یه چند روزی هنوز زندن دیگه، در اون چند روز همین دانه های گردشون باز میشه، مستقیما میرسه اونجا، محصول خرما بیشتر میشه. آقا اون پیغمبر که میگفت از جانب خدا اومدم، البته خیالاتی شده بود، وگرنه خدا اگه میخواست بفرسته خب اون یکی رو نمیفرستاد، برای ما ایرانی ها عرب نمیفرستاد اصلا. خود خدا تو خود پیغمبر تو کتابش میگه، من ابراهیم سوره 4 میگه اگر من بخوام برای یک قومی بفرستم غیر از خود اون قوم و به زبان خودشون نماینده ای نمیفرستم. خب پس بنابراین کشور رو قانون، وقتی کشور رو مردم مصر دیدن رأی دادن، گروه اسلامی اکثریت رو گرفتن و آقای اسیسی اومد رأی اکثریت رو گذاشت زیر پا، به نظر من کار خوبی کرد، برای که این ملت نشون داد آماده ای دموکراسی رو نداره، ولذا باید همون دیکتاتوری رو ادامه داد تا وقتی آماده ای دموکراسی رو پیدا کنه. در ایران چند بار دموکراسی مطلق کامل انجام شد. یه بار وقتی که آقای احمدشاه پادشاه بود دموکراسی کامل بود دیگه،
منجر به ملوک و طوایفی شد. خود تو بهتر هم میدونید خراسان، کرمان، نمیدونم اطراف شهر، اطراف تهران مثل کاشان، یزد، نمیدونم شیراز، همه یه هر کجا یه کاکه اومد گفت منم همه کاره. تا آقای رضا خان اومد قدرت رو گرفت و یک دیکتاتوری سازندهی در کشور به وجود آورد. آقای محمد رضا شاه وقتی پادشاه شد اولش کاملا دموکراسی بود. خود آقای محمد رضا شاه یه جایی نوشته که ما روزنامه رو میخوندیم تو دربار، هر روزی که کمتر به ما فحش داده بودن یه کمی لبخند میشد. یعنی عادت داشت که روزنامه بهش فحش بدن. و من یادمه که روزنامه ها شاه رو مسخره میکردن، کاریکاتورش رو میکشیدن. شاه رفته بود امریکا، برگشته بود، بعد آقای مصدق رفته بود به دیدنش، بعد یه روزنامه بود چلنگر که تودهی بود، عکس آقای شاه رو کشیده بود اینطوری تو بغل آقای دکتر مصدق، بعد زیرش نوشته بود نوبر بهار آوردن، کمبوزه و خیار آوردن، یه همچین چیزی. من یادم تو ذهنم الان اون عکس هست. بعد آقای محمد رضا شاه طبق قانون اساسی به آقای دکتر مصدق که مجلس رو منحل کرده بود از اختیارات قانونی خودش استفاده کرد، همونطوری که قانون اساسی میگه در غیاب مجلس اختیار عزل و نصب نخست وزیر با پادشاه هست. اینم گفت اختیار عزل و نصب نخست وزیر در غیاب مجلس با منه دیگه. یه کوکمنش آقا مصدق منظوری. آقا مصدق اول حکم پذیرفت، زیرش روی پاکت نمیش فرمان همایی در فعال در ساعت دوی بامداد روز 25 مرداد ما به این جانب رسید. بعد اومدن آقای دکتر فاطمی و دیگه کیانوری و اینا، من هیچ تاریخ اونجا ننوشته کیا اون شب اومدن با آقای مصدق حرف زدن. ولی یک لحظه یک افسر توده‌ای پرید و سرهنگ نصیری رو دستگیر کرد و توی اتاق زندانی کرد. خب این رسمی نیست. اونجا یه فرماندهی داشت، سفیر دفتری بود. نمیشه که فرمانده اونجا از یه زیر دست بپره یه کاری بکنه که اونم دستور نده بود اینه بگیرید. به هر حال یک خلاف غیر قانونی ظاهر شد. وقتی خلاف غیر قانونی ظاهر شد و شاه فهمید که حرفشو نمیخونن و فرداست که بیان در کاخش و بکشنش، پاشد رفت عراق، از اونجا رفت ایتالیا. بعد آقای فضل‌الله زاهدی نخست وزیر رو که حکم نخست وزیر رو داشت، آقای نخست وزیری که حکم نخست وزیری تو جیبش بود، نخست وزیری رو که از آقایی که عزل نخست وزیری تو جیبش بود گرفت. آقایی که عزل نخست وزیری تو جیبش بود خودش میداد نخست وزیری رو. آقا تو رو با یه حکمی اومدی اونجا، با یه حکمی میری، چسب نداره که اون صندلی به چسب بهش بگی من همینجا هستم. که حالا بگذر، گفتم ما کشور امام زمانی هستیم، ما با مصر فرق داریم. مصری ها اومدن توی میدون و از ارتش کمک خواستن و آقای السیسی اومد و حکومت رو به دست گرفت. ما نمیریم کسی رو پیدا کنیم ازش کمک بگیریم. میدونید چرا؟ برای که فرهنگ ما، من جامعه شناس نیستم، نمیدونم، من حدس خودم میگم، اگه غلطه شما اونه که مطلعن آگاهن زنگ بزنن بگن به من غلطی حرف مانن. من حس میزنم که چون ما از بچگی پدر مادر ما رو بردن پای منبر آخوندا در حالی که خیلی کار بدی کردن، نباید ما رو از بچگی میبردن پای منبر آخوندا که آخوندا ما رو شستشوی مغزی بدن، هی مرتب یه چیز رو تکرار کردن تو جا میفته تو کله، شستشوی مغزی میشه دیگه. شما هزار دفعه مردم بگید که آقای حضرت محمد یا حضرت علی ما دو تیکه کرد، یه تیکه از این آستانش اومد بیرون، یه تیکه از این آستانش رفتن تو آسمون به هم چسبیدن. وقتی یه صد دفعه بگید یارو باور میکنه دیگه، میگه ما آره دیگه شق القمر کرد دیگه، ما دو نصف کرد. خب اینه که پدر مادرهای ما بد کاری کردن که ماها رو هم بچگی بردن پای منبر آخوندها و آخونده به ما فرهنگ امام زمانی رو یاد دادن.
فرنگ امام زمانی این تو کاری نکن، بذار یه نفر پیدا بشه، وقتی اون پیدا شد تو برو زیر پرچمش شروع کن مبارزه کردن. فرنگ امام زمانی یعنی مثلا وقتی که یک ایالت ایران به نام کابل که اون موقع اسمش افغانستان نبود، اسمش کابلستان بود، یک ایالت ایران که سالهای سال جزء ایران بود، از حاکم بعدی میبینه، حاکمی که فرستاده اونجا بسیار ظلم میکنه، مردم پا میشن را میفتن پلوی شاه، بیان شاه سلطان حسین بیان دادخواهی کنن، بگن آقا این حاکمی که فرستاده خیلی اذیت میکنه، آقا یه فکر بکن. میبینن نه بابا کشور خیلی بیخیاله، پا میشن میان حمله میکنن، میان حمله میکنن، همه جوره میگیرن بدون مقاومت. بعد مردم هیچ کاری نمیکنن، وقتی مغلا میان مردم هیچ کاری نمیکنن. توی یکی از متون قدیمی نوشته که ما سه نفر بودیم به راهی میرفتیم، مغلی بر ما رسید، گفت همینجا بایستید تا شمم و شمشتیق آورم و گردنتان را زنم. اون طرف میگه به خدا قسم که آن دو بماندن و من یک بوگ ریختم. یعنی اون دو نفر وایستادن که میگی برم شمشیرم بیارم، وایستادن تا برای شمشیرش بیاره بکشه، یکی فرار کرد. خب افغان ها اومدن، همیهن های ما بودن، اومدن همه جا رو گرفتن، به خاک خون کشیدن. آقای شاه سلطان حسین خودش تاج گذاشت رو سر آقای محمود افغان. محمود افغان بعدن تو کتاب رفت افغان ها، اونجا میگفتن مثلا محمود عبدالی. بعدن انگلیسی ها به تاریخ نویسا دستور دادن، پول دادن، رشوه دادن که این افغان رو ببرن توی تاریخ، در حالی که کلمه افغان شاید مثلا 100 ساله این نام اختراع شده. من یه مقاله خوندم که یه گروهی هستن در پاکستان که بهشون میگن اوغان ها، و از رو اونا اوغان ها رو کردن افغان ها، اومدن این کشور رو اسم گذاشتم. من حالا اینو گفتم، من چه خوندم مطمئن نیستم، من هر چیزی رو باید 3-4 تا بخونم تا بتونم به دقیق بگم به شما. حالا پس ما از بچگی به اون یاد دادن که هیچ کاری نکن تا یه نفر پیدا بشه، تا امام زمان پیدا بشه یا یه نفر پیدا بشه. مردم ایران در مقابل افغان ها هی خوردن و خوردن و خوردن تا یه نفر به نام نادر پیدا شد. ما نرفتیم نادر رو پیدا کنیم، ما نرفتیم بگردیم ببینیم کی میتونه مملکت رو اداره کنه، بگیم آقای نادر پاشو بیا. نادر خودش اومد. ما نرفتیم کریم خان زند رو بیاریم بگیم. وقتی نادر مرد، نادر رو کشتن توی خیمهش، هرج و مرج شد دوباره، چون نادر پسر شکور کرده بود، یه جانشین معینی برای خودش نذاشته بود. وقتی جانشین معینی نذارید، پس مردم هر کدوم ادعای جانشینی میکنن، پس هر جمعه میشه، هر جمعه شد. پس کریم خان زند به اصطلاح برخواست، ما کریم خان رو پیدا نکردیم، کریم خان خودش اومد و ما کمکش کردیم. ما منتظر امام زمانیم، امام زمان باید بیاد، ما بریم دنبالش، ما خودمون نمیریم دنبال امام زمان بگردیم. بعد از کریم خان، خب خانواده کریم خان همه با هم شروع کردن به جنگ و جدل و اینا. کریم خان هم یه جانشین معینی نذاشته بود و خانواده کریم خان همه یه مهمونی داد، یه نفر، ده نفر، صد نفر دعوت کرد، همه رو کشت. اون یکی اومد گفت میخوام شمشیرت بخرم، اسبت بخرم، اونو کشت، همینطوری همه رو کشت. شما فکر میکنید ما ملت امام زمانی، ما رفتیم آقا محمد خان قاجار انتخاب کردیم گفتیم پادشاه ما بشو؟ آقا محمد خان قاجار یک پس جوون اخته شده ای بود که صورتش معمولا اونایی که در بچگی اخته میشن صورتشون نه مثل زناست نه مثل مرداست، یک حالت زشتی، حالت زشتی، یه صدای زنانه ای. ما میرفتیم یه همچی کسی رو میاوردیم انتخاب میکردیم؟ ما انتخاب نکردیم، ما ملت امام زمانی. اون اومد، میخوام بریم فکر کنیم،
ببین که من چی میگم. اون اومد آقا محمد خان قاجار اومد گفت من میخوام قدرت بگیرم پادشاه بشم، و چون تیسوش بود و ما هم کمکش کردیم اون تونست پیروز بشه بر رقیباش، از جمله به لطف علی خان زند که جوان بسیار برازنده و خوشرو و خوش قلبی بود و شجاعی هم بود، بر اون پیروز شد و بهش بسیار رفتار زشتی انجام داد و اومد پادشاه شد. البته پادشاه برقدرتی بود، قشون تزار از جلوش فرار کرد رفت، اومده بودن به جنگن. بعد تزار مرد، یکی دیگه تزار شد، اون تزار بعدی باهوش بود گفت میریم اینجا شکست میخورید، به قشون دستور داد برگردن بدون جنگ برگشتن. اومدن تا نزدیک ایران، آقا محمد خان رفت جلوشون. آقا محمد خان بسیار باهوش بود. خب ما الان 37 ساله تحت حکومت ملاها هستیم دیگه، 57 تا 94 میشه 37 سال. ما دنبال هیچکی نمیریم که پیدا کنیم، ما منتظریم امام زمان بیاد. ما آقای شاپور بختیار رو داشتیم که مردی بود مبارز، مردی بود شجاع، مردی بود آگاه. فکرم نمیکرد که آخوندها بیان این کار رو کنم. گفته بودم بزنیم با خمینی رو بکشیم قبل از این بیاد. گفت نه بذارید این دستگل بیاد مردم بفهمن که این بویی نداره. فکر میکرد این میاد آخوندها چند ماهی میمونن همه چی خراب میشه میذارن میرن مردم میبرن. گفته بود اگه اینو بکشیم 1400 سال دیگه عزاداری برای این داریم. یعنی فکرش برای نسلهای مردم آینده ایران فکر میکرد، نه به نفع خودش. بعد که اومد این دیگه آقای خمینی اومد سر کارو، همه ناراضی شد، همه فهمیدن که اسلام واقعا قتل و فلان و فلانه. ایشون سعی کرد که مبارزه کنه با این گروه، ما حمایتش نکردیم. برای که امام زمان نمیدونستیمش. آقای تیمسار مدنی بود در گروه جبهه ملی. ببینید در یک جایی آدم های شاخصی پیدا میشن. تیمسار مدنی یک آدم شاخصی بود، یک آدم قدرتمندی بود، یک نامه‌ای به من نوشت. ما هم دیگر رو ندیدیم هیچ وقت. من وقتی ایشون میخواست رئیس جمهور بشه من براش فعالیت کرده بودم، ولی خب عکس که نگرفته بودن که بگم آقا ببین این عکسی که من رفتم دارم برای تو فعالیت میکنم. من اون موقع ایشون رو نمیشناختم، منتها دیدم یه نفر از تیمسار دکتر، گفتم خب تیمسار دکتر آخه این تو یه چیزی هم باشه خوبه ها. آخه ما چجوری رفتیم خمینی را آوردیم؟ اگه میگفتن خمینی تیمسار دکتره، اگه میگفتن خمینی دکتر پزشکی، در این حال دکتر حقوق هم هست، مبارزات زیاد هم داره، ما میرفتم دنبالش. من وقتی رفتم دنبال مدنی فقط دنبال تیترش رفتم، تیمسار دکتر رفتم فعالیت کردم. بعدا یه جنران چه آنشتان شدیم، یه نامه‌ای برای من نوشت، البته بعد اینکه نامه نوشت یه مدت زود خود مرد. این جملهش این بود، نوشته بود که چنگاری که در بدن من ریشه دوانیده، از منظورش سرطان بود، سرطان میگفت چنگار، نمیدونم حالا این لغت کجا بود، چنگاری که در ریشه من در بدن من ریشه دوانیده است آنقدر مهم نیست تا این چنگاری که در ملت ایران ریشه دوانیده است. من میگم من سعی کردم که بین این جزیره که هستیم با جزیره های اطراف پل بزنم. میدونی یعنی چی؟ یعنی من سعی کنم که با طرفداران پادشاهی، با طرفداران چپ، با فلان اینا بتونم یه ارتباط دوستانه و صمیمانه برقرار کنم، که متأسفانه مرد. حالا کیه داریم؟ دو تا آدم شاخص داریم دیگه در بیرون، یکی شاهزاده رضا پهلوی، یکی خانم مریم رجوی، یا مثلا چوارش. خب عقل میگه که باید از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کنیم. آیا ما میکنیم؟ ما اگر کشورمون و ملتمون رو دوست داریم باید فکر کنیم که الان از کی حمایت کنیم؟
شما میگید آقای رضا پهلوی اینجوری 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 همه حرفاتو قبول، بهتر از این کی داری؟ من میگم بریم حمایت کنیم از شاهزاده رضا پهلوی. من خودم شاید تو این کار کوتاهی کردم، باید من حتما آدرسشون رو پیدا کنم، یه نامه کوتاه بنویسم که من از حامیان شما هستم. البته یه زمانی من تو یه مجله مقاله می نوشتم، یک آقای از دفتر ایشون زنگ زد به من گفتش که اون مجله تهران 15 سال با مجله تهران مداوم همکاری میکردم و یعنی مثلا یه وقفه کوتاهی یک دو هفته ای بود ولی 15 سال تمام کار کردم با هم. بعد اون آقای بیکی، یه آقای به نام بیکی به من زنگ زدن گفتن که مجله تهران رو میز شاهزاده هست و همیشه مقاله شما رو میخونن. حالا دیگه یادم نمیدونم که ایشون من به اسم بشناسن نیستن، برای من مهم نیست، مهم اینه که من بنویسم که آقای رضا پهلوی من از شما حمایت میکنم، با تمام توانم از شما حمایت میکنم، ای وقتم گفت پول بفرست بفرستم. من همین برای این شورا که چند سال پیش تشکیل شد من یه مبلغی فرستادم. من آدمی هستم که پول به جونم چسبیده نیست، من آدم پولداری نیستم، من آدم زحمتکشم، من لایسنس اینسپکتور دارم. کاش که آوردونم اینجا دید دستگاه دفعه دیگه این کار میکنم. از استیت فایر مارشال، یعنی فایر مارشال تگزاس، یه نامه داده که پرویز مینویی میتواند که سیستم های آتش نشانی، کپسول آتش نشانی رو معاینه کنه و تگ بزنه. زیرش نوشته تگزاس بورد آف اینشورنس، تگزاس فایر مارشال آفیس، یعنی دو تا عنوانه، یکی اینشورنس تگزاس یعنی اون دستگاه کلی مرکز دفتر اینشورنس تگزاس، یکی هم دفتر فارمارشال که امضا کردن. خب صبح تا شب همه میدونن، اگه شما یکی از اهالی اوستون بپرسید بیشتر شما میدونن، مخصوصا اونا که با کار رستوران آشنایی هستن میدونن. من اتفاقا یه رستوران جدیدی تو شهر ما باز شده، من رفتم اونجا و بعد حالا راجع به شهرمون حرف زدنیم زیاد هم خوب نیست چون دیگران، ولی به هر حال کارتمو دادم گفتم اینطوری گفت من وقتی اینجا رو می‌خوام باز کنم یه آقای سروش به من گفت بیام پلو شما با شما کار کنم، ولی یه آقای دیگری اومد هود زد و اون من مجبور که باید کار کنم. به هر حال اینجوری، یعنی منظورم اینه که اسم من شنیده بود با وجود من تا حالا ندیده بودمش. حالا در این حد دیگه هستش دیگه. حالا منم میگم که من شما بیایم هممون دنبال منتظر امام زمان نباشیم. ببینید سیاست یعنی استفاده از بهترین ممکن برای پیشرفت کشور، نه بهترین ایدئال. ما تو ایران بودیم ایدئالی فکر میکردیم، فکر میکردیم یه رژیم بیاد که تبعیض نباشه، یک رژیم بیاد که پارتی بازی نباشه، یک رژیم باشه این بیاد که اصلا توش هیچ دزدی نباشه. نمیشه خانم آقایم، توی همین استان تگزاس یک کمپانی بود به نام انران، میلیارد کمپانی بودا، در عرض 10 روز باد شد رفت هوا. اونه که دستن در کار بودن، گنده بودن، سران کمپانی بودن، کمپانی رو بلعیدن. یعنی در عرض چند ماه به هم پاداش های گنده مثلا چند میلیونی دادن، زیر میزی و بالا میزی هر کاری کردن. همه یه دفعه مثلا من نمیدونم چقدر کارمند و اینا داشت، شاید مثلا 20,000 تا داشت. این حتی اون کارمندای بیچاره اون حقوق و بازنشستگیشون رو به جه که برای مثلا تو بانک معتبره بذارن گذاشته بودن تو همین خود این یک قسمت اداره بازنشستگی باز کرده بود، گذاشته بود تو خود همون شرکت. فکر نمی‌کردن که شرکت به این عظمت ورشکست بشه که دزدیدن، قسمت کردن با هم. ما فکر می‌کردیم که توی کشور دیگه اینجوری نیست، در حالی که اینجا هم اینجوریه. منطقه در اینجا چون روزنامه آزادن، روزنامه ها می‌نویسن. یک مسئله‌ایست، البته من نمیدونم دقیقا، من یه جا نخوندم، یه نفر گفت وقتی آقای رضا شاه با آقای آتاتورک با هم صحبت میکردن
آقای رضا شاه گفته که چرا این روزنامه های ترکیه از دولت شما این همه ایراد میگیرن و شما هیچی نمیگید. آتاتورک گفته که اگر روزنامه ها نباشن ما باید هر ماموری که ممکن دزدی کنه باید یه نفر رو مواظب بذاریم که اونو دزدی نکنه. بعد اینا که مواظب بذاریم اینا دوتایی با هم دست به یکی میکنن دوتایی دزدی میکنن. اما روزنامه که آزاد باشن هر دزدی که بشه به ما خبر میدن. خب در کشورهای غربی روزنامه ها آزادن. روزنامه آزادن، رسانه ها آزادن. اینی که اینا گزارش میدن. مثلا فرض کنیم که یه دونه توی دفتر تبلیغات ریاست جمهوری مثلا یک کسی یک میکروفون مخفی کار میذارن، اینقدر روزنامه در روش بحث میکنن که رئیس جمهور مجبور به استعفا میشه. ولی خب در این کشورهای جهان سوم، در کشور ما اینجوری نیست. روزنامه حق نداره هر چیزی بنویسن. 400 میلیارد تومان در ایران دزدی شد. روزنامه نوشتن، آقای خامنه‌ای گفت چرا کشش میدهی؟ تموش. چرا کشش میدهی؟ رهبر فرمودن چرا کشش میدهی؟ به هر حال این تیکر نتیجه‌گیری رو کوتاه بکنیم بریم روی بقیه مطلب. ببینید، منتظر امام زمان نباشید. اونی که به نظرتون بهتره اون انتخاب کنید، فکر کنید همین امام زمانه. اصلا امام زمان که وجود نداره، ولی فرهنگش تو وجود ما هست. ما منتظریم یکی بهتر از شاهزاده رضا پهلوی پیدا بشه. پیدا نمیشه. اگر شما میگید یکی بهتر پیدا میشه، اگه پیدا شد منم با شما میام دنبال اون. آخ ببینید، آقای رضا پهلوی یک پشتوانه داره که آقای رضا شاه بزرگ و آقای محمد رضا شاه زندگیشون رو برای ایران گذاشتن و به دست مردم ایران هر دوتا دق مرگ شدن. این یه پشتوانه است. تحصیل کرده خارج، خلبانی خونده، پدرش هم خلبانی میدونست، بعد طرفدار دموکراسی، طرفدار سکولاریسم، با گذشت، جوون برازنده است، خوب صحبت میکنه، حرفایی که میزنه خوب درست میگه. ببینید یه دفعه اومده بود تو همین هوستون، من بارها اینو گفتم باید حرف تکرار بشه تا جا بفته، گفت فرض کنید که من پسر پادشاه ایران نبودم، یه جوون معمولی بودم و انقلاب شده بود. من یه جوون معمولی رفته بودم برای که یه کاری داشته باشم، رفته بودم پاسدار شده بودم. حالا بعد از این همه سال، حالا من میخوام برگردم بیام به سوی ملت ایران. اصطلاحش هم همین بود. گفت من حالا اگه پام از روی این چهار پایه بردارم بخوام یک قدم عقب برم، آیا مردم اون چهار پایه بعدی رو از زیر پای من نمیکشن، من نمیدازن زمین، لو لوردم میکنن یا نه؟ بعد میگفت بیایم دو تا کلمه‌ای که شاه بیت کلام ایشون بود و من هیچ وقت این دو تا کلمه رو فراموشم نمیشه. یکی گفت بیایید آشتی ملی کنیم، یکی گفت بیایید عفو عمومی بدیم. و بعد اینکه گفت عفو عمومی، گفت نیروهای نظامی و انتظامی و روحانی رو شامل این عفو عمومی بکنیم. حالا آقای داوود کاشانی میگه که روحانی آدم کشی کرد. حتما روحانی رئیس جمهور آدم کشی کرد، بعد باید بد باشه. آقا ما که دشمنی شخصی با کسی نداریم که حسن روحانی یک کاری بکنه که برای مردم خوب باشه، یک کاری بکنه برای مردم بد باشه، آقا برو کنار. ما این یک اهرمی است که ملت رو میخواد چرخ کشور رو بچرخونه. اگه بتونه بچرخونه ما دست میزنیم، هورا میکشیم، به قول یارو کلامون از سرمون بر میداریم. اگه نتونه بچرخونه خب هیچی دیگه. ما برای این پست دنبال یه معصوم که نمیگشتیم، که دنبال یه آدم میگشتیم که بتونه کار کنه. بعضی ها ممکنه الان که فکر میکنه میگید تو بالاخره طرفدار روحانی یا طرفدار شاهزاده رضا پهلوی. ما دو گروهی، یک گروه داخل مملکت، یک گروه خارج مملکت. ما خارج مملکتی ها باید بریم دنبال رضا پهلوی. اونایی که داخل مملکتن باید برن دنبال آقای حسن روحانی. ما دو نفره، یکی داخل رئیس جمهور حسن روحانی، یکی خارج پسر شاهزاده رضا پهلوی. اینو داریم. اونا بعد از اون حمایت کنن،
ما باید از این حمایت کنیم. ممکنه من بپرسید که آخرش چی؟ آخرش هر کی بهتر تونست ملت نجات بده همون. ما در زمینی که دنبال شاهزاده رضا پهلوی میریم واقعا امام زمان که نیست که. تا جایی که دیدیم صلاح میریم دنبالش، وقتی دیدیم صلاح نیست نمیریم دنبالش. ما ایرانی ها یک همون فرنگ امام زمانی رو میگه که یارو میگه من با مثلا هوشنگ خان یا علی گفتم تا آخر عمرم یا علی میگم. ای بابا بی خود میکنی اصلا یا علی گفتی؟ تو رفاقت با هوشنگ خان چه ارتباط به یا علی داره؟ و ضمناً هوشنگ خان یه کار بدی کرد تا بازم دوزی هم کرد میگن حمایتش میکنی؟ نه امام زمان هم بیاد ما ایمان بیاریم بهش کار غلط بکنه باید این آقای امام زمان تو که خراب کردی که خیلی کردی که این چه کاری کردی؟ ما همون روحیه مرید و مرادی ما رو خراب میکنه. الان هم تازه الان هم میرن یه ده میشینن دنبال مثلا مرید و مرادی و درویش و فلان و اینا خانقاه از این حرفا. خب اینجوری که من ببینم مطالبی یادداشت کرده بودم اگه مهمه بگم دوباره. ببینید من حالا یه چیز دارم، ببینید من دو تا مطلب رو اینجا میخوام بگم و ضمناً یکی که ببینید الان مهاجرت بزرگی اتفاق افتاده از طرف کشورهای اسلامی به کشورهای اروپایی. البته من هم مثل همه انسان ها واقعا قلبم میلرزه وقتی اون بچه 3 ساله تو آب غرق شد یا سرما شروع شده اونا هنوز سرپناهی ندارن و به هیچ وجه هم بعضی ها میان میگن اینا رفتن مسلمان ها رفتن اونجا هم میخوان خراب کنن. این از چی فرار کردن؟ اینا همه از اسلام فرار کردن، اینا از القاعده و طالبان و داعش فرار کردن. پس بنابراین دنیا باید بفهمه که آه اون چیزی که ازش باید فرار کرد اسلامه. ولی خب متاسفانه هنوز این توجه داده. من نمیدونم چرا ما پی نمیبریم که آقا اینا همه دارن از اسلام فرار میکنن، اونجایی که اسلام داره پیاده میشه اینا دارن فرار میکنن. یه مطلب دیگه هم باید بگم که یه مکالمه ای داشتم با آقای دکتر نصر احمدی، مکالمه خیلی طولانی. من حتما ایشونو یه دفعه میارم روی تلویزیون در حرفاشون بزنم. ولی ببینید ما یه زمانی توی مثلا من توی اداره آموزش پرورش یه زمانی معاون بودم، بعد دیدم که مثلا رئیسی جدید میاد اون کارمنده هر کدوم یک دفتر دارن یادداشت میکنن. رئیس جدید امروز مثلا فرض کنیم که پنجشنبه بود بدون مرخصی گذاشت رفت تهران یادداشت کنه، پنجشنبه تاریخ بلند رفت تهران. رئیس جدید مثلا فرض کنیم که میخواست وسائل اتاق بخره برای خودش بدونی که شرایط مناقصه رو رعایت کنه رفت فلان مفروشی خرید یادداشت میکنن. همینطوری هی یادداشت میکنن چیزای اشتباهات و نکات منفی اون شخص رو یادداشت میکنن. بعد یواش یواش یه دفتر میشه، بعد یواش یواش یه جوری بهش میگفتن میفهموندن که این دفتر هست و اینجوری 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 اینجور. در نتیجه اون رئیسی دیگه از این کارمنده میترسید، برای که این یک دفتری از خلافکاری های اون نوشته بود. بالاخره هر رئیسی معصوم که نیست که اشتباه میکنه دیگه. ببینید این یه مثال دادن، یه مثال دیگه بدن. اگه مثلا بگیم که یه نفر بیاد بگه آقا پدر بزرگ تو، من پرویز مینویی هم، به من بگم پدر بزرگ تو، بچهاش کتک میدن، میگن خب اون موقع همه کتک میدادن. پدر بزرگ تو در روز به در روز هم همون نمیرم. خب همه اینطور بودن.
پدر بزرگ پدر بزرگ تو مثلا با زنش بد رفتاری میکرد، خب همه اینطوری بودن. پدر بزرگ پدر بزرگ تو میامد خونه، تو اگه بچه ها پاشون دراز کرد و یه لقت میزد بهشون، با همه اینطوری بودن. اصلا مثلا میگفتن اصلا بچه رو میبردن پلو معلم، میگفتن گوشت و پوستش مال تو، استخونش مال ما، یعنی هر چقدر میخوای بزنش. نکته در بوده میگفتن چوب و معلم گل است، هر کی نخورد خل است، یه همچیزی. یا چوب معلم تر است، هر کی نخورد خر است. یعنی شما باید چوب بخواید، بگه معلم ها کتک میزنن، همه میزنن. آخه اگه ما بیاییم بگیم که آقا پادشاهان خودمونه کوچیک کنیم، مثلا فرض کنیم که آقای رضا شاه این همه خدمت کرده، بگیم یه دفعه لقت زد به یک سربازی، اینو بنویسیم لقت زد. یا کریم خان زن این همه خدمت کرده، بگیم مثلا فرض کنیم که میگفت زن بیارید من امشب باش بخوابم. خب شما برید به پادشاه های دیگر کشور ها ببینید چقدر آدم کشتن. برید به همون نوران امپراتور روم ببینید چیکار کرده، شهر رو آتیش زده که چون یه دو توش مسیحیان بمیرن بسوزن. بعد که آتیش زده رفته رو تپه نشسته به شهر نگاه کرده، بعد ساز زده، بعد گریه کرده، گفته اشکای من تو شیشه جمع کنید. خب آخه ما اگه بخوایم بگیم همه چی بدیه بزرگان خودمونو بگیم، پس باید کشور خودمونو از زیر مثل موریانه بخوریم بریزیم زمین، اون وقت نگاه کنیم ببینیم فرانسه، انگلستان، آلمان، نمیدونم ژاپن، اینا چقدر مهمه. این ببینید آقای نصر احمد، دکتر نصر احمدی یک آدم بسیار خوبیه، بسیار تواناست، کاریزما داره، میتونه حرفش روی دیگران نفوذ بکنه، میتونه در حرکت مردم ایران مؤثر باشه. اونتا متاسفانه همش بدی ها رو میبینه. خب اجازه بدی که از بیداری یک مقداری بگیم. بیداری مجله است که سالها چاپ میشه و من اون دفعه گفتم یه دوست عزیز اومده رو خط، خیلی ازش ممنونم که اومدم، اومدن رو خط. البته آقای فرود و فولادوند رو کسی محبت زحماتشون رو نمیتونه نادیده بگیره. فرود و فولادوند یک آدم بود که با یک زبان قاطع و کاملی، و چون تلویزیون داشت خودش و تلویزیونش پخش میشد تو ایران هم میرفت و ایران هم بسیار گوش میکرد. من میدونم از ایران مردم ایران فرود و فولادوند رو میشناختن و میشستن پای صحبتاش حرف میزدن، چون قشنگ حرف میزد، هم خوب فکر میکرد هم خوب حرف میزد، همین که بلد بود عربی رو خوب غلط بلد بود و عربی قرآن رو میخوند، مثل ما که ترجمهش کنه اون عربیش میخوند، بعد ترجمه کرد. وقتی ترجمه میکرد میگفت یه جوری میگفت که همه رو بهشون میفهمون که اینا بی پایه و بی اساسه. ولی خب من نگفتم که، گفتم بیداری قبل از ایشون بود، درجه و مقام و رتبه و نمره که ندادم، گفتم بیداری قبل از ایشون بود. گفتم وقتی بیداری اومد رو کار، آقای پروفسور انصاری به امضای روشنگر می نوشت، دکتر روشنگر، هنوز به اسم خودشون نمی نوشتن، ولی آقای سیاوش لشکری به اسم خودشونش من مجله بیداری رو به نام سیاوش لشکری منتشر میکنم. حالا من یه تیکایش براتون میخونم. نوشته هنرهای اسلام، اینو نادر اکبری از اسپانیا فرستاده. من یه تیکش میخونم، اینا رو خون نمیتونم کنم. برای نمونه هر روز میشنویم شماری از نوجوانان اروپایی و امریکایی به گروه های تروریستی اسلامی مانند داعش میپیوندند. این جوانان بیشترشان همه در غرب از والدین مسلمان تو پرانتز میانه رو
چشم به جهان گشودند. این پدر و مادرها به بچه های خود می قبولانند که مسلمان زاده هستند و آنها را مسلمان بار می آورند. ولی اجازه بچه همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی مذهب و انجام فرایض دینی را تضمین می کند نمی تواند شامل دین اسلام شود، چون یک جامعه متمدن نمی تواند مهر تایید بر دست و پا بریدن و چشم درآوردن و شلاق زدن و سنگسار کردن بگذارد و آزادی این گونه اعمال را تضمین نماید. تا زمانی که پای اسلام و مسلمانی در میان است و مسلمانان به خود پروا می دهند در زندگی دیگران به نام این نهی از منکر و امر به معروف دخالت کنند و قوانین شرعی را بر قوانین مدنی برتری دهند، از اجتماع چند فرهنگی که روشن فکرها و فهمیده ها طرفداران هستند خبری نخواهد بود. جالب است هر زمان و در هر مکانی که مسلمان ها نیرومند شوند و دست بالا داشته باشند، همان روشن فکرها و فهمیده ها نخستین قربانیان این جماعت خواهند بود. ببینید اسلام نمیتونه آزاد باشه، برای که اسلام همونطوری که این آقا نوشتن میگه نهی از امر معروف نهی از منکر، با اون امام جمعه خبیث و بی وجدان اصفهان آقای رهبر میگه که محتسب یه شمشیرم یه شلاقم داشت. الو الو گوشی گوشی آقای ناصر توکلی هستن، روی خطن، مدیر رادیوی ایران هوستون تگزاس. بفرمایید آقای توکلی. آقای مینوی ببینید، یک بار پروفسور انصاری یک مطلبی رو میگفتن در مورد ازدواج پدران ما، میگفتن اگر ایرانی ها بدونن که چه کلمات مستعجن در مورد ازدواجشون در اول زندگیشون به کار میبرن، به طور کلی اسلام رو میریختن تو زبالدان. این نوارش رو من امشب ساعت 10 شب میخواب پخش کنم. بله بله، ساعت 10 شب هیوستون که 8 شب لس آنجلس میشه، این نواری که در مورد ازدواج هست و ایشون معنی کرده این انکهتو و این چیزا که چه کلمات مستعجنی هست و خودشون بعد اومده یک چیز رو برای ازدواج تهیه کردن و گفتن که این رو هم من چیز کنم. مسئله دیگری که میخواستم خدمتتون عرض کنم، رضا شاه بزرگ، شما ببینید که کوروش بزرگ، کوروش کبیر، پدر شاه بوده، پدر بزرگ شاه بوده و قدرتی رو که کوروش داشته هیچ کس در دنیا نداشته و مهربانی رو که داشته. ولی رضا شاه از سربازی به اونجا رسیده و ملت ایران رو رهایی داده و از اون بدبختی در آورده. حالا هم ما باید جوانان کشور ما، کسانی که هستند و میتوانند رضا شاهی باشند و میتوانند کشور ما را نجات بدن، ما این رادیو و تلویزیون آقای امیدوار و همه در اختیارشون هست، میتوانند اقدام کنند برای رهایی میهن، نه اینکه برای خودشون شاه بشن و قدرت در دست بگیرن. هر کسی که بخواد من در خدمتش هستم، در صورت میتواند به شماره تلفن ما، تلفن هارم که همیشه فراموش میکنید. خب دیگه من منتظرم شما بیاید بگید، چون شما قشنگ میگید. شماره تلفن آقای مینویی اگر میخواید همین الان هم زنگ بزنید، با اینکه اول 10 دقیقه بیشتر وقت نمونده، 281 الیاکود هم 835 3063. یک بار دیگه میگم 281 835 3063.
تلفن رادیو هم من الان اینجا نشستم منتظرم کسی میخواد زنگ بزنه 713-485-4300 713-485-4300 اگر فرمایشی دارید من در خدمت. خب تلفن بیداری رو که نگفتید قربان که رو؟ بیداری رو بله من واقعا اشتباه بزرگی بود که کردم که بیداری رو نگفتم. دفعه پیشه که گفتم فوراً یک دوستی زنگ زده بود. آره آقای سیاوش لشکری زنگ زدن به من آخر برنامه بود، میخواستم بیان رو خط بگن که آره یه نفر زنگ زد. از سپاسگزاری کردن دوستان. این تلفن مجله یا نشریه بیداری شما میدونید چه زحماتی کشیده میشه و چقدر نشریه برباری هست برای میهن ما تأثیر گذاره که در کشورهایی مثل ارمنستان و جاهای دیگه زنگ میزنن و این رو میخوان و آقای سیاوش لشکری هر جای دنیا که باشید برای شما میفرستن. لازم هم نیست که اول پول بفرستید، مخارج زیادی هم نداره، اگر خواستید میفرستید. حتما این شماره رو یادداشت کنید، من دو بار شمرده میگم یادداشت کنید، زنگ بزنید و رو دروازی هم نکنید و این مجله رو مطالبه کنید. نشریه بیداری اریاکود هست 858-320-2313. یک بار دیگه هم میگم 858 اریاکود، شماره تلفن 320-2313. و من بسیار از جناب سیاوش لشکری سپاسگزارم که عمر خودشون رو گذاشتن و این زحمات رو برای روشنگری ما مردم ایران به کار میبرن. آقای توکلی عزیز، شما گفتید که هر کس میخواد به اصطلاح بیاد مثلا دنبال مقام پادشاهی یا اینا هست، من رادیو و تلویزیون اینا رو در اختیارش میذارم. به نظر شما الان که خب شاهزاده رضا پهلوی هست و از دیگران فعلا صلاحیت بیشتری داره، مگر اینکه این کسی رو پیدا کنیم که بیشتر صلاحیت داشته باشه؟ حتی من گفتم هر کس، من نگفتم که شاهزاده، گفتم شاهزاده اگر بخوان که ارجحیت دارن رادیوی ما در اختیارشون هست، میتونن زنگ بزنن 24 ساعت رادیو رو من در اختیارشون میذارم، به زنگ بزنن شاهزاده یا یکی از کسی از دفتر شاهزاده زنگ بزنه 713-485-4300 هفته 5 ساعت 10 ساعت 20 ساعت هر. خب جناب ناصر توکلی عزیز، آقای امید امیدوارم در این بحث شریک بودن اون قدیما. خب آقای شاهزاده قطعا اون تلویزیونی رو انتخاب میکنه که به ایران میره و ایران هم اون تصویرش رو میبینن و نمیاد مثلا از فرض کنیم که برنامه من یا مثلا این جور چیزا استفاده کنه که ما به ایران نمیریم در هر صورت. آقای مینویی جونم، حرفی رو که میزنید کاملا درسته، ولی وقتی که مردم اراده کنن و مردم بخوان، نه من نه آقای امیدوار برای پول کار نمی کنیم. مسلمه. اینقدری که مخارج جزئی تلفن رو بدن، باور بفرمایید این تلویزیون رو به فوریت ما میبریم روی ستلایت ایران و این کار رو خواهیم کرد به فوریت. نه اینکه فکر کنید یه ما دیگه دو ما دیگه سه ما دیگه، به فوریت من به شما از طرف آقای امیدوار دوست بسیار گرامم قول میدم که به فوریت روی ستلایت ایران ببریم، به شرط اینکه اشخاصی باشن میهن پرست که بخوان این کار انجام بشه. خیلی متشکرم جناب ناصر توکلی عزیز، مرسی. خدا نگهدار. خدا نگهدار این نمی کنه ما رو، باز میگه خدا نگهدار. یارو یکی از بستگان دور ما، بچه یک ساله‌ای داره سرطان داره، هرچی پدرش این بیمارستان اون بیمارستان این بیمارستان، بچه مرد. به قول یک مطالبی توی بیداری هست، حالا من نرسیدم بخونم، میگه وقتی که به یک بچه تجاوز میشه
وقتی به یه دختری تجاوز میشه، وقتی یه نفر کلش میبرن، وقتی یکی دارن شلاق میزنن، خدا اونجا نشسته هیچ کار نمیکنه، صبر میکنه که این تجاوزا انجام بشه، بعد هم مجازات کنم تو اون دنیا بهش دهنم. خب اگه هستش همونجا جلوش بگیره. بخواه یارو میگه هر کسی گفتیم که یک نفر که با ایمانه، یه نفر که در حال دشواری وضعش بده، در حال غرق شدن، در حال مریضی، در حال فقر، در حال گرسنگی، میگه خدا به دادش برسه. هر کسی که خدا رو قبول نداره میگه بیایید بریم به دادش برسیم. خب من مطالبم به پایان میبرم. تشکر میکنم از جناب امید امیدوار در اتاق فرمان، از آقای ناصر توکلی در رادیو ایران هوستون تگزاس، از جناب پارسا سوربی در تلویزیون مردم. سپاسگزارم که محبت کردید، برنامه منو پخش کردید. از شما خانوما و آقایون که در منازلتون به من اجازه دادید بیام خدمتتون یا محل کارتون و به این برنامه توجه کردید، بسیار سپاسگزارم. براتون شادی و پیروزی و تندرستی آرزو میکنم و شما رو به خردتون، که همون خدای شما، باور کنید همون خردتونه، خدایی که آفریدگاره، اون کسی که این همه این کائنات ساخته، اون برای ما به جهنم درست نکرده. اونایی که میان میگن نمیدونم نامه اعمالش نوشته فلان کرده فلان کرده، این اما میخوام برم یه نفر رو بکشم، اگه خدای ناظر کار منه جلو منه میگیره که نکشم، نه اینکه بذاره من برم بکشم بعد اون دنیا منو چوب فلان کنه. که به هر حال براتون شادی و پیروزی تندرستی آرزو میکنم و برنامه رو به پایان میبرم.